یکی پدر و مادر احسان یا همون اولیای دم اومدن، جمعیت به سمتشون رفتن تا اونها را از اعدام بهنود منع کنن. فضا خیلی سنگین بود. پدر مقتول گفت ما گذشت میکنیم. جمعیت دعا میکردن و عشق میخدن. همون امیدی که بهنود ازش حرف میزد تو دل ما هم بود. در زندان باز شد و چند نفر از ما به همراه اولیای دم وارد زندان شدیم. وقتی بهنود رو دیدم جا خوردم. انگار این دو روز به اندازه چند سال بهش گذشته بود. بعد از چند دقیقه صدای اذان بلند شد. بهنود به اتاقی رفت تا آخرین نماز زندگیش رو بخونه. تمام تنم می‌لرزید. به دلم افتاده بود که دیگه کار تمومه. مادر مقتول گفت نمیتونه فکر کنه. گفت باید تنام دار رو به گردن بهنود بندازید. یهو ته دلم خالی شد. طاقت دیدن صحنه رو نداشتم. بغض کردم و از توی سالن زدم بیرون. چشم‌های خیسم پاسخ نگاه‌های نگران جمعیت رو جلوی در داد. دقایقی بعد بدون اینکه به عقب برگردم صدای زاری و شیون جمعیت رو شنیدم. مثل دیوونه‌ها تو خیابون پرسه می‌زدم. نمی‌دونستم کجا می‌خوام برم. دزدکی به آسمون بالای سرم نگاه کردم. هیچ خبری از رنگ آبی مورد علاقه بهنود نبود. هرچی بود تاریکی و سیاهی بود. چند روز بعد مادر مقتول تو مصاحبه با یکی از تلویزیون‌ها گفت واگذار کردم به دولت. از دولت جمهوری اسلامی خواستم حق منو نذار پامال بشه. یک سال تمامم دولت به اونا وقت داد که رضایت اولیای دم جذب کنن، ولی اونا همش توکلشو به حقوق بشر بود و انسان‌هایی که اصلا هیچ خدانه نمیشناسن نگاه به اونا میکردن، میگفتن هنرپیشه ها این رضایت برا ما بگیره. من راضی نبودم به رضایت هیچ وقت، یعنی حاضر بودم خودم بمیرم ولی رضایتی در کار نباشه. شما فکر میکنید که آیا دولت این وسط نقش خوبی رو ایفا کرد که این دوتا خانواده رو برسونه به یه نتیجه؟ خیلی نقش خوبی، خیلی نقش خوبی ایفا کرد، چون میدونی خیلی بهشو وقت داد. هر کاری میکنم نمیتونم نفرتی که توی این جملات هست رو باور کنم. یعنی این جملات میتونن متعلق به یک مادر باشن؟ نه نه، اینها همه بخشهایی از یک پروژه بزرگن. پروژه‌ای که هدفش سرکوب جوانهای این آب و خاکه. پشت این دعوای به ظاهر خانوادگی و حقوقی هیولای ولایت فقیه نشسته، همون که سخت در تلاش تا با همین اعدامها و همین کشتارها موج عظیم قیام سراسری رو متوقف کنه، همون که میخواد با سنگر گرفتن پشت عدم رضایت اولیاء دم دست‌های خون‌آلوده خودش رو بپوشونه و همزمان از زیر فشارهای بین‌المللی برای نقض وحشیانه حقوق بشر فرار کنه و خط ایجاد وحشت در جامعه رو که تنها راه بقای خودش میدونه ادامه بده. اما راستی نتیجه چی شد؟ اعدام بهنود چه دردی از این رژیم دوا کرد؟ با دیدن مراسم خاکسپاری بهنود که کاملا شبیه خاکسپاری شهیدان قیام شده بود و با دیدن مزار گلبارون شده بهنود، با دیدن انعکاس این اعدام تو نگاه‌ها و حرف‌های مردم و به خصوص وقتی رژیم از برگزاری مراسم ختم بهنود هم ابراز وحشت کرد و خواست جلوشو بگیره، پاسخ سوالاتم رو میگیرم. اگر بهنود در زمان زنده بودنش مادری نداشت، حالا کلی مادر خونخواه داره. حالا کلی خواهر و برادر داره که برای ریشه‌کن کردن این حکومت جانی سر از پا نمی‌شناسن. حالا امید بهنود به زندگی رو میشه تو نگاه‌های جسور و مشت‌های گره کرده جوان‌های قیام دید. از روزی که بهنود اعدام شد، هر بار که به یاد آرزوش می‌افتادم، بی اختیار به آسمون نگاه می‌کردم و می‌گفتم بهنود آسمون رو ندید. اما الان وقتی خوب به صحنه نگاه میکنم میبینم بهنود آسمون رو دید. اون به آسمون رسید.